پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سوم، سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد. اما یکی از مناطقی که سرسختانه در مقابل هجوم اعراب ایستادگی نمود، شمال ایران و به ویژه سرزمین گیلان بود. در رشته کوههای جنوبی دریای کاسپیان، مردمانی که آنها را کاسها، کادوسها و آمارتها، ساکنان گیلان و غرب مازندران امروزی تشکیل می‌دادند، برای دفاع از وطن و استقلال خود نه تنها اعراب بلکه تمام مهاجمان تاریخ این سرزمین را به قلمرو خود راه ندادند و با تمام وجود و به مانند همه تاریخ گذشته خود استقلالشان را حفظ کردند. پس از چندی مناطق مجاور طبرستان با اعراب صلح نمودند، ولی دیلمیان برخلاف دیگر مناطق در دفاع از وطن و مقابله با اعراب به سختی ایستادگی نمودند و به دلیل پیشبینی برنامه‌های یورشی اعراب به زندگی آزاد در کوهستان خود اکتفا نکردند و در فرصت‌های مناسب بر اعراب تاخته و تا پای جان سعی نمودند که آنها را از خاک ایران بیرون برانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول شاهنشاهی ساسانی نوشته تورج دریایی و کتاب دوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. نخستین جنگ دیلمیان با تازیان بنا به روایتی معروف در سال 22 هجری به فرماندهی مهتا سردار دیلمی بود. مهتا سردار بزرگ دیلم که از جانب گیلانشاه که فرزند گیلانشاه بن فیروز از سلسله گابرگان که تختگاهش فومن بود به مقام مرزبانی طبرستان منصوب شد. مهتا دیلمی در سال 636 میلادی در سپاه رستم فرخزاد در جنگ قادسیه حضور داشت و پس از شکست ایرانیان و کشته شدن رستم همراه سپاه ایران بازگشت. بعد از جنگ نهاوند که طی آن ارتش ساسانیان از هم فرو پاشید، خبر شکست بزرگ ایرانیان در تمام ایران پیچید. مهتا پس از جنگ نهاوند که تازیان آن را فتح الفتوح خوانده اند، سخت متأثر شد و تصمیم گرفت تازیان را از کشور ایران براند. او نیت خود را با فرماندهان کل سپاه ایران که فرخان زیبندی، سردار سپاه ری و اسفندیار فرخزاد، برادر رستم، سپهسالار معروف ایران بود که چندی پیش در جنگ قادسیه به دست تازیان کشته شده بود و همچنین سردار سپاه آذربایجان در میان گذاشت و آنان را به همکاری دعوت کرد. آنان نیز این دعوت را پذیرفتند. اما سپهسالاری همه این لشکر و فرماندهی جنگ به عهده مهتا پیشوای دیلمیان بود. آنان با هم متحد شدند و فرماندهی مهتا که مقام مرزبانی طبرستان بود را پذیرفتند و به تمرکز نیروها حوالی دشت قزوین و تقسیم وظایف پرداختند و همگی آماده یورش به تازیان شدند. در این هنگام حکمرانی همدان بر عهده نعیم ابن مقرن از رؤسای قبایل تازی بود و بنا داشت پس از تحکیم موقعیت خود به سوی ری بتازد و آنجا را تصرف کند. در این هنگام یزدگرد سوم غرب ایران را رها کرده و واگذار نموده بود. نعیم ابن مقرن که آمادگی و گرد آمدن سپاه ایران توسط مهتا را شنید، به سختی هراسناک شد و نامه ای به عمر خلیفه دومشان نوشت. وی با تمام قوایش از همدان گریخت و مهتا نخستین حمله را به قوای تازیان در دشت قزوین انجام داد. در ناحیه واجرود و به روایتی در منطقه داکان که بین قزوین و همدان واقع شده است،
جنگی سخت در گرفت. در این جنگ در ابتدا نیروهای دیلمی و سپاه آذربایجان به فرماندهی مهتا ضربه سختی به ارتش تازیان که شمارشان به 120 هزار تن می رسید وارد آوردند. علارغم اینکه تعداد نیروهای ایران در مجموع 40 هزار تن بود، اما برتری با ایرانیان بود و تازیان از هر سو می گریختند. در سه روز اول جنگ بیش از 26 هزار تن از تازیان به خاک افتادند و دشت قزوین از نعش‌های اینان پر شده بود. پیروزی سپاه ایران نزدیک به نظر می رسید تا اینکه اعراب با جلب رضایت قومی کوچک در ایران و رشوه دادن سنگین به آنها کمک آنها را در جنگ خریدند. آنها با راهنمایی این خائنین به وطن که برای مشتی طلا و ثروت وطن خود را به تازیان فروختند، به پشت یکی از سدهایی که نزدیک محل استقرار سپاه ایران بود رسیدند و با باز کردن آب سد در زمستان باعث شدند بسیاری از سپاهیان ایران در اثر سیل ایجاد شده کشته شوند. از جمله کشته های این اقدام، مهتا سردار دلیر دیلمی بود که کسی در میدان جنگ حریف او نبود، تا اینکه با حیله و نیرنگ اعراب و خیانت وطن فروشان کشته شد و سپاه ایران بی فرمانده ماند و تمرکز نیروها و سازماندهی ارتش از بین رفت. طبری در توصیف این جنگ در کتابش می گوید در سختی بزرگی، تلفات و جانکاهی کمتر از جنگ نهاوند نبود. افراد زیادی از دو قوا از دست رفتند که از جمله آنها مهتا فرمانده کل قوای سگانی ایرانیان و امیر دیلمیان بود که بر سر ایمان خود و میهن پرستی به خاک افتاد تا خاک میهن را به مهاجمان ندهد. کشته شدن مهتا باعث شد که سپاه ایران تا به ایستادگی نیاورده به سرعت پراکنده شوند و هر دسته راه ولایت خود پیش گرفت. لشکریان فرخان زیبندی به سوی ری و لشکریان اسفندیار فرخزاد به جانب آذربایجان راه پیش گرفتند. جنگجویان دیلم نیز عقب نشینی کرده و در ناحیه اپررود به تجدید قوا پرداختند و به خاطر میهن و به یاد مهتا دوباره آماده پیکار شدند و به جنگ پرداختند. و البته این نبرد نیز چاره‌ای در پی نداشت و به پیروزی اعراب منتهی شد. تازیان به فرماندهی عتبت ابن قرمت و بشیر ابن عبدالله فرصت یافتند به دنبال سپاه اسفندیار به سوی آذربایجان برانند. در این ماجرا اسفندیار به چنگ تازیان افتاد که زیر شکنجه جان داد. اما دیلمیان به فرمان پادشاه گیلانشاه به جنگ‌های دفاعی و یورشی ادامه دادند. گرچه این جنگ به شکست منتهی شد و سرداران دیلمی به خون غلطیدند، ولی نام دیالمه و رشادت‌ها و دلیری‌های آنان را برای همیشه در تاریخ ایران پرآوازه و ماندگار ساخت. از وقایع جالب دوران جنگ دیلمیان با تازیان گفتگوی حجاج ابن یوسف از خلفای امویان با نمایندگان دیلمی و تهدید آنها است. زمانی که او نقشه تهیه شده از دیلمستان را به سفیران دیلمی نشان داد و فتح سرزمین دیلم را کاری آسان خواند، آنان در پاسخ گفتند نقشه درستی از شهرهای ما کشیدند، جز اینکه نقشه کشان چهره سوارانی را که از این گردنه ها و کوه ها نگهبانی می کنند نکشیدند و تازه پس از اینکه در جنگ با آنها روبرو شدی آنها را خواهی شناخت. دژ قزوین پس از چند بار زد و خورد بین اعراب و ایرانیان، سرانجام در زمان خلافت عثمان فتح و به عنوان پایگاه و یک شهر مرزی مورد توجه اعراب قرار می گیرد تا بتوان برای حمله به دیلم و سرکوب شورش های منطقه از آن بهره بجویند. اعراب و دستگاه خلافت برای آنکه بتوانند بر سراسر ناحیه دیلم دست یابند، به منظور تقویت نیروی خود در قزوین دست به تبلیغات علیه دیلمیان زدند. بدینسان تا اواخر قرن سوم میان دیلمیان و مسلمانان جنگ برقرار بود و این جنگ ها بیش از 250 سال به طول انجامید.
پس از سقوط دولت آل گابرگان، منطقه رودبار، مرز شرقی گیلان تا مدت‌ها تحت تسلط اعراب بود، تا وقتی که امیران و شهریارانی چون ونداد هرمز، مرداویج و آل بویه از آنها برخواستند و بر اعراب چیره شدند و خلیفه وقت را به زیر افکندند و خلیفه ای فرمان بردار را دست نشانده خود کردند. به گزارش تاریخ نویسان، گیلان و مازندران تنها منطقه‌ای از ایران بود که تازیان هرگز نتوانستند آن را فتح کنند، که سرمشق فداکاری‌های دیلمیان، همان جانفشانی و دفاع مهتا بوده است. بعضی از مورخان نام مهتا را به صورت موتا آورده اند. در این زمان یزدگرد سوم در مرو به سر می برد. دیلمیان بیش از 250 سال در برابر اعراب پایداری کردند و اعراب نتوانستند قدم در طبرستان و آن سوی کوههای دماوند بگذارند. اگر یزدگرد سوم دعوت دیلمیان را میپذیرفت و به جای مرو به سوی شمال ایران میرفت، شاید سرانجام ساسانیان و ایرانیان به گونه دیگر رقم میخورد. به هر حال سردار مهتا کسی بود که در راه دفاع از وطنش برخاست، اما آنگونه که باید نامش در میان ایرانیان امروز شناخته شده نیست. نام و یاد مهتا و مهتاهایی که به خاطر میهن به خاک افتادند، گرامی و پاینده باد.